سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. آقا من الان نزدیک 3 سال است دیگه توی یوتیوب هستم و ویدیو میذارم و اینا. حالا یه سال اول خیلی بیشتر میذاشتم، بعدش دیگه حالا اتفاق افتاد و یه سری اتفاقات در واقع داخل ایران افتاد و بعدش هم دیگه پایان‌نامه خودم بود و کار پیدا کردن اینا نشد و حالا کاری ندارم، مثلا شاید کیفیت ویدیوام خوب نبوده، محتوای خوبی نبوده و اینا. بعد یه مدتی گذشت الان با خودم صحبت کردم چه کاریه من بیام مثلا بخوام همیشه بیام یه سناریو نویسی کنم یا مثلا در مورد چیزهایی صحبت بکنم که شاید اصلا 1% هم واسه هیچ کس اتفاقی نیافته. برای این تصمیم گرفتم که ویدیوهایی بذارم که به درد همه بخوره و از تجربیات خودم و حس و حالای خودم در زندگی روزمره‌ای که دارم توی آمریکا بذارم. شاید هر روز من یه ویدیو اینجوری، یه ولاگ اینجوری بذارم در مورد اتفاقاتی که توی روز واسم افتاده، در مورد خودم بگم، در مورد اینکه چیکار کردم، در مورد اینکه واقعا حس و حال تو لحظه‌ام چیه. چون اینا باعث میشه که اون کسی که حالا داره اون ور قضیه میبینه، یه نفر که توی آمریکا زندگی میکنه، حالا مثلا مجرد داره زندگی میکنه، حس و حالش رو ببینه آقا در طول روز میتونه مثلا چقدر بالا پایین داشته باشه، حس و حالش هر روز تو هفته میتونه چجوری باشه. حالا این وسط هر اتفاقی واسه هم بیفته، هر اطلاعاتی که فکر کنم واسه تو مثلا مفید هستم 100% بهتون میگم. و این حالا چیزی هستش که با خودم تصمیم گرفتم این کار انجام بدم و امیدوارم که به درتون بخوره و شما هر سوالی که داشته باشید و بگید، من در موردش سعی میکنم اطلاعاتی که داشته باشم و بگم و اینا. و یه چیز دیگه هم که بود، سعی میکنم واقعیت زندگی رو نشون بدم. معمولا ما اونقدر توی این فضای مجازی، حالا 10 سال پیشی که تقریبا اوج گرفته، اونقدر از خود واقعیمون دور بودیم، اونقدر مثلا سعی کردیم یه سری چیزایی رو فیک نشون بدیم که شاید فکر کردیم فیک نشون دادنه باعث میشه که زیبا نشون داده بشه. درسته که اصلا اینجوری نیست، زندگی واقعی همینه. من خودم الان تو یک فردی هستم که دوست دارم زندگی واقعی خودمو نشون بدم. چرا مثلا من باید حتما خودمو استف بگیرم، نمیدونم همه چی ترتمیز باشه، اونور همه چی مرتب باشه، من مرتب باشم؟ نه، این زندگی واقعی منه و شما هم همین زندگی واقعی رو 100% دارین، هیچ فرقی نمیکنه. خب یعنی تا یه حدی که آدم راحت باشه با فرد مقابلش، یعنی با اون حد و مرزا رو نگه داره، من 100% نگه خواهم داشت. ولی از این بعد تصمیم گرفتم از زندگی معمولی خودم بذارم. اگه وسط صحبت کردم توپق میزنم، خب بزنم، آقا قسمتی از زندگی منه و هر چیز دیگه ای هم که باشه رو 100% نشونتون میرم. امروز دوشنبه بود، دوشنبه از شنبه های ایران خیلی خیلی مسخره تره. یعنی دوشنبه وقتی شما میرین سر کار خیلی مسخره است. شنبه یک شنبه مثلا فکر میکنن تعطیل بود، دیگه از جمعه عصر کلا دیگه میری رو حالت مثلا پروازی، کلا دیگه نیستی. بعد دیگه شنبه و یک شنبه هم که کلا وقتی کار میکنی با درس فهم کنی، وقتی درس میخونی حتی مثلا شبا هم ذهن درگیره، یا مثلا حتی شنبه یک شنبه هم واقعا ذهن درگیره که مثلا چجوری و اینا. ولی وقتی که کار میکنی اینجوری نیست دیگه. وقتی کار میکنی فقط همون کار هست، ساعت 4-5 سر کاری، بعدش دیگه کلا آفی، یعنی خودت یا خودت. و خلاصه که من دوشنبه واقعا هم امروز مثلا خسته بودم. صبح دوشنبه مرگ آدم میره سر کار دیگه. صبح ساعت 6:50 بود فکر کنم، پا شدم 7:20 زدم بیرون از خونه دیگه، مثلا تا صبحونه رو خوردم و اینا، دیگه مثلا 7:40-7:45 میرسی سر کار. بعد خسته ای قشنگ، یعنی نگه خسته باشی، حس کار کردن نداری، مثلا اینا هم میره آدم زبون نفهم. بعد اصلا همینجوری درگیری. بعد دیگه مثلا دوشنبه تا ظهر که میرسه یکم ویندوزت میاد بالاتر، یکمی وضعیتت بهتر میشه. قهوه عصر رو که من میخورم، خودم اینجوری هم قهوه عصر رو که میخورم دیگه میام با ویندوزم کلا میاد بالا دیگه طول میکشه تا برسه 5:30 و اینا و هنوز انرژی داری. مثلا 5:30 مثلا پنج شنبه جمعه واقعا زجرآوره، ولی چون دوشنبه هست هنوز انرژی داری. دیگه تموم شد و بعدش اومدم خونه و اینا، بعد رفتم باشگاه و بعد باشگاه اومدم دوش گرفتم و اینا، همینجوری نشسته بودم. اینا بگم، من خودم همیشه مثلا آهنگ خیلی گوش میکنم، چند دفعه فکر کنم گفتم، داشتم حسن شمالی زاده گوش میکردم، صدام بلند بود، لپتاپم داشتم غذا میخوردم و اینا، یهو دیدم درم داره یکی داره در میزنه. بعد فکر کردم همین رفیقمه، بلند داشتم گفتم کامین کامین، داشتم بلند میگفتم، دیدم نه طرف نمیاد تو. بعد دیگه رفتم در رو باز کردم، دیدم که مأمور سرشماریه، یعنی مأمورم نبود، یه خانمی بود، خانم مثلا 60-70 ساله ای
اصلا نمیدونم چجوری وارد آپارتمان شده بود. یعنی خیلی جالب میگم، میخوام روزمرگی ها واسهتون به اشتراک بذارم، واسه این اصلا نمیدونم چجوری وارد آپارتمان شده بود، چون آپارتمان ما درش باید حتما رمز بزنی و اینا. بعد اومده بود دم در یه کاغذی داشت، کاغذ تر شماری، خیلی هم عجیب بود. آقا این طرف چجوری با یه کاغذ تر شماری از در اومده داخل؟ ساعت مثلا چند؟ ساعت 8:30 شب، صبح بود یه چیزی. این قضیه از چه قرار بود؟ من نامه مثلا دریافت میکردم آمریکا واسه سرشماریش اینجوری که میاد واسه شما نام پست میفرسته، نامه پست میکنه در خونتون و مثلا میگه آقا این کد شماست، شما انتخاب شدی، به صورت رندوم انتخاب شدی، باید توی همین آمارگیریشون در واقع شرکت کنی، که مثلا سرشماریشون شرکت کنی، بهش میگن سنسس، CENSUS. بعد گفته باید شرکت بکنی. بعدش اینجوری بودن که من که اصلا شهروند آمریکا نیستم و اینا، و چجوری مثلا شما مثلا یهو باید بیای اینجا؟ بعد گفت دیگه نه، باید این فرم پر کنی. و بعد تو نامه‌هاش هم نوشته بود که این نمیدونم قانونی هست، یعنی بر اساس قانونه که شما باید حتما این کار انجام بدی. خلاصه من دیگه مجبور شدم راش بدم، اومد اینجا نشست و 10 دقیقه یورو داشتیم صحبت میکردیم و سوال میپرسید و چیکار میکنی و حقوق چقدر رو با کی زندگی میده، حقوق چیزای آمارگیری دیگه، مثلا چیزایی که در مورد سرشماری میگیرن. بعدش رفت، بعدشم رفت و من هنوز واسم عجیبه، یعنی واقعا همین الانش هم واسم عجیبه. بعد زنگ زدم به یک رفیق آمریکایی، گفتم آقا چی قضیه، خانم اومد اینجا و شروع کرد به سوال کردن و اینا. بعد گفت چرا راش دادی تو خونه؟ گفتم چیکار کنم، طرف اومده در خونه 10 دفعه هم نامه واسه من فرستادن که تو باید توی سرشماری شرکت بکنی. حالا مثلا من دیگه پشت گوش انداختم شرکت نکردم، حالا پشت گوش انداختم و تو انگلیسی نمیتونی بگی، ولی خب در کن. بعد دیگه ولی الان اومده بود در خونه و از من میخواست که چیز کنم، همین آمار بدم و اینا. بعد گفت نه تو اصلا یعنی تو اصلا میتونی این کارو نکنی، میتونی اصلا آقا بهش بگی که نمیخوام بیای داخل خونه و نمیخوام بهش آماری بدم از خودم، این کاملا اوکیه. و اینجایی بود که من دیدم که نه، مثل این که من یه سوتی دادم. الان اصلا نمیدونم طرف کی بود جدا، می فقط دیدم طرف یه کاغذی داشت که والا اسمشو نوشته بود، مون نوشته بود سنسس آمریکا. ولی همچین چیزایی رو همیشه حواستون باشه، اگر حالا میایین توی آمریکا زندگی میکنین میتونین اصلا آمار ندین، هیچ رگولیشنی هم وجود نداره، هیچ قانونی هم وجود نداره که مجبورتون کنه شما توی این سرشماری شرکت بکنین. خلاصه که اینجوری آقا دیگه الانم ساعتای فکر کنم 9:20 ایناست، نشین نشستم و دارم میخونم اینا، لپتاپ من گرفتم دستم و شروع کردم به خوندن، امتحانی دارم یه ماه دیگه. خلاصه که تا ساعت 10:30 باز دوباره باید بگیرم اینو بخونم و بعدش دیگه میخوابیم، میخوابم و صبح بالاخره ساعت 6:30 پا میشم تا ببینیم فردا چه اتفاقی میفته. امروزم قرار نیست دیگه اتفاق خاصی بیفته، دوشنبه است و فقط بعدش خوابه. امیدوارم که روزمرگی به درتون خورده باشه. مواظب خودتون باشین، خداحافظ.